در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از تازه ترین تحولات جنگ روسیه و اوکراین، مجوز جدید آمریکا برای معاملات مالی با افغانستان، همکاری آمریکا و روسیه در مذاکرات هسته‌ای با وجود بحران اوکراین و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 7 اسفند، شمار مبتلایان کرونا در جهان از 433 میلیون و 800 هزار نفر عبور کرد و تعداد فوتی‌ها به 5 میلیون و 960 هزار نفر نزدیک شد و تعداد بهبود یافتگان به 363 میلیون و 600 هزار نفر رسید. در ادامه روند نزولی موج کرونا در آمریکا، تعداد مبتلایان جدید این کشور طی روزهای اخیر به کمتر از 100 هزار نفر کاهش پیدا کرد. همچنین اطلاعات تازه نشان می‌دهد آلمان سرانجام در حال پشت سر گذاشتن قله موج اخیر کرونا در این کشور است. در سوی دیگر جهان نیز هند روز جمعه از شناسایی کمترین میزان مبتلایان روزانه خود طی 2 ماه اخیر خبر داد. در شرق آسیا هم با وجود اینکه ژاپن از کاهش نسبی مبتلایان جدید خبر می‌دهد، اما آمار مرگ و میر روزانه این کشور همچنان بالاست. کره جنوبی نیز به شکل بی‌سابقه‌ای درگیر شیوع کرونا شده، تا جایی که طی 3 روز گذشته به طور میانگین بیش از 169 هزار مبتلای جدید در این کشور شناسایی شده است. چین هم روز جمعه بالاترین میزان مبتلایان روزانه کرونا در میان شهروندان خارجی حاضر در این کشور را ثبت کرد که بالاترین آمار طی 2 سال گذشته محسوب می شود. نیوزلند هم در حالی روز شنبه بیش از 13 هزار مبتلای جدید را شناسایی کرد که تعداد مبتلایان روزانه این کشور از ابتدای همه‌گیری به ندرت از مرز 1000 نفر عبور کرده بود. تازه ترین خبرها از جنگ روسیه و اوکراین. حملات نیروهای روسی به کشور اوکراین همچنان ادامه دارد و تعداد کشته شدگان اوکراین تا صبح شنبه به 137 نفر رسید. در ادامه این بحران، آمریکا به همراه متحدان غربی خود از وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه و مقامات ارشد این کشور خبر داد. همزمان با برگزاری تظاهرات ضد جنگ در روسیه، پلیس این کشور به بازداشت معترضان ادامه می‌دهد. آمریکا می‌گوید که قصد دارد علاوه بر تحریم ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه، آنها را از ورود به قلمروی خود نیز منع کند. دولت بریتانیا هم اعلام کرد که اموال پوتین و لاوروف را توقیف کرده است. از سوی دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه هشدار داد که عضویت سوئد و فنلاند در ناتو واکنش مسکو را به دنبال خواهد داشت. مجوز جدید آمریکا برای معاملات مالی با افغانستان. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از صدور 1 مجوز جدید خبر داد که به واسطه آن سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با مؤسسات دولتی افغانستان معاملات مالی و تجاری داشته باشند. این تصمیم نشان دهنده تغییر بخشی از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان است. چون این کشور پس از تسلط طالبان بر افغانستان انجام معاملات با آژانس‌های دولتی این کشور را ممنوع کرده بود. با این حال محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا برای رهبران افغانستان و اشخاص دیگر در این کشور همچنان پابرجاست. همکاری آمریکا و روسیه در مذاکرات هسته‌ای با وجود بحران اوکراین. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که با وجود حمله مسکو به کیف، ایالات متحده به همکاری خود با روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین ادامه می‌دهد. او همچنین گفته است که پس از بحران اوکراین، آمریکا تنها در خصوص مسائل اساسی و مربوط به امنیت ملی مانند احیای توافق هسته‌ای ایران با روسیه همکاری خواهد داشت. کاهش قیمت نفت به کمتر از 100 دلار. پس از افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی، این روند در روز جمعه متوقف شد و قیمت طلای سیاه روندی نزولی پیدا کرد. کارشناسان نگرانی‌های موجود در خصوص اختلالات احتمالی در عرضه جهانی نفت پس از تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه را عامل کاهش قیمت آن اعلام کردند. چون روسیه یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان نفت خام در جهان است. پس از افزایش قیمت نفت برنت به حدود 102 دلار، اکنون هر بشکه از این نفت حدود 98 دلار به فروش می رسد.
هشدار سازمان ملل درباره عواقب بحران اوکراین بر وضعیت یمن. برنامه جهانی غذا که از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، هشدار داد که جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت سوخت و غذا در یمن خواهد شد. اتفاقی که در نهایت می‌تواند باعث کاهش کمک‌رسانی‌های بین‌المللی به یمن و وخیم‌تر شدن بحران انسانی در این کشور شود. برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرده است که افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی باعث می‌شود کمک‌رسانی‌های این سازمان در یمن به 11 میلیون نفر کاهش پیدا کند.